بینندگان عزیز، با عذرخواهی از اینکه این ویدیو کلیپی که برای ما فرستاده بودن یه اشکالاتی داره، اجازه فرمایید که بریم به واشنگتن و با جناب مصلحی که در واشنگتن تشریف دارن صحبتی بکنیم. این لابیگر در 30 اندی سال خدمتش به ملت ایران و به خودش و به وطنش در واشنگتن هستند و اگر که آماده داشته باشیم اجازه بفرمایید که باهاشون صحبتی داشته باشیم. جناب مصلحی، ایرج شاه ولایتی هستم، از نهاد مردمی خدمتتون سلام میکنم و تشکر میکنم از حضورتون در این برنامه. درود بر شما آقای دکتر شاه ولایتی و با درود به همیهنان. جناب مصلحی، اولا بسیار از مهر شما تشکر میکنم که با نهاد مردمی تماس گرفتید و داوطلب شدید به اینکه با ما صحبتی داشته باشید و از اینکه به عنوان شخصیتی که در طی این سالها حقیقتا گرچه که در بعضی مواقع به تنهایی میشه گفت تنها لابیگر حقیقی ملت ایران هستید در واشنگتن، ولی در قلب اتفاقات واشنگتن بسیار مثمر ثمر بودید و کارهای بسیار بسیار خوبی در طی این مدت شما به تنهایی انجام دادید که اولا خیر مقدم بهتون میگم، به شما عزیزی که به نهاد مردمی پیوستید، و تقاضا میکنم بفرمایید که در زمینه کار اخیری که شما در دست دارید و این مبارزه بیامانی که شما با وایس آف امریکا داشتید و گردانندگان بخش فارسی وایس آف امریکا در چه مرحله هستید و بینندگان ما رو آشنا بکنید. خواهش میکنم. خواهش میکنم. من شما را اینجا اصلاح بکنم. من همیشه به تنهایی این مبارزه رو پیش بردم و گهگاهی هم همیهنانمون برخی من رو یاری دادن، ولی همواره من تنها بودم و همینه که دارم با شما گفتگو میکنم. از دفتر خانم سناتور باکسر اومدم بیرون، رفته بودم چند تا از این آقایون سناتور ها رو ببینم و در جریان کار قرارشون بدم، از جمله سناتور جان کایل، سناتور براون بک و طبقه پایین هم سناتور باکسر هستن که دم در خروجی، و اونجا برخورد کردم به یه آقای ایرانی که فارغ التحصیل از برکلی هستن، از لس آنجلس هستن. به هر روز من 3 سال است که با صدای آمریکا و ناهنجاری که در اونجا وجود داره از نظر استخدام، از نظر برنامه هایی که همیشه گفتم نه برای ملت ایران نان میشه یا چه رسد آزادی، و همینطور حیف و میل مالی در نهاد صدای آمریکا مبارزه کردم و جنگیدم، و چندی پیش هم خاطرتون هست که 70 نفر نماینده کنگره نامه‌ای به آقای اوباما نوشتن و در پشتیبانی از مردم ایران و بازرسی صدای آمریکا. در جولای سال 2008 من تونستم بازرسی وزارت امور خارجه رو به اصطلاح به حرکت در بیارم و که برن بخش فارسی صدای آمریکا رو بازرسی بکنن، و این کار از سپتامبر سال 2008 تا دسامبر 2008 به مدت 3 ماه این بازرسی انجام شد و گزارششون در مارس 2009 منتشر شد که به اصطلاح از حیف و میل مالی و رفیق بازی و بان بازی و برنامه های نادرستی که به سوی ایران و بر ضد آمریکا منتشر و پخش می کردن، اینها رو من توجه دولت آقای بوش و بعد هم آقای اوباما رو توجهش رو به اینها جلب کردم، و هرچه بیشتر روز به روز من با تعداد بیشتری از نمایندگان و سناتورها
تماس میگیره و اینها رو در جریان کارکرد صدای آمریکا قرار میدم که در اونجا بایستی خانه تکانی بشه. جناب آقای دکتر شاه‌ولایتی، توجه داشته باشید که بعد از واقعه 11 سپتامبر صدای آمریکا به طرز سرسام‌آوری گسترش پیدا کرد و تعداد کارمنداش و بودجهش همینطوری سرسام‌آور افزایش یافت و الان اینا به اصطلاح برنامه رو از 8 ساعت به 4 ساعت تغییر دادن و بودجهشون رو هم نصف کردن. اینها در اثر تلاش‌های من و چند تن دیگر از هم‌میهنانمون بوده و الان هم دنبال این هستیم که در اونجا 230 نفر کار میکنن به اصطلاح، اکثرانشون توی راه رو راه میرن، سوت میزنن و همینطوری راه میرن و چکای 7-8000 دلاری در ماه میگیرن. 180 نفر اینها اضافه هستن، اضافه بر سازمان هستن که اینا موندن روی دستشون و حالا باید با فشار بیاریم که این 180-90 نفر رو حداقل از اونجا به اصطلاح برانن و تعداد کارمندا به 40-50 نفر که برسه اون وقت میتونن برنامه‌های درست حسابیه. کسانی هستن که اینجا تحصیل کرده آمریکا هستن، مدارک دکترا دارن، یک نفرشون حتی دو تا پی اچ دی از دانشگاه آمریکایی در امریکن یونیورسیتی و اینها عقب موندن و از کسانی که حتی زبان فارسی نمیدونن، زبان انگلیسی هم نمیدونن، جوان هم هستن، خیلی جوان هستن، این آقایون عقب موندن و اونها رو همینطور ارتقای رتبه دادن و اضافه حقوق بهشون دادن و چه و چه که اینها موجب نارضایتی بسیاری از کارمندان قدیمی هستش. بسیار اینها بایستی درست بشه. اونجا رفیق بازی هستش، بان بازی خیلی شدید به اصطلاح حکم فرما هست. اینها من دارم به تنهایی تلاش میکنم در کنگره و سنا و همین امروز هم تمام وقتم رو گذاشتم برای این کار و الان که دفاتر اینا داره تعطیل میشه که هم درس کردم، من آخرین محلی رو که ترک کردم دفتر خانم سناتور باکسر. اولا جناب مصلحی، این بیبندوباری در وایس آف امریکا به نظر شما چطور شده که از چشم آمریکا و امریکایی که همه چیزش انقدر حساب کتاب داره، چطور اینها این همه مدت بر دوش تکس پیرای امریکایی که خود ما هم جزو اونها هستیم، ایرانی امریکاییش، چطور در طی این مدت کسی رسیدگی به وضعیت اینها نکرده؟ و من در جایی از صحبت‌های شما شنیدم که گفتید که اینها شدند لانه مثل لانه زنبور، لانه اجرای اوامر ملاها. چطور شده که کسی به اینها رسیدگی نکرده؟ امریکا انقدر بی حساب و کتاب نیست. صدای من میشنوید آقای مصلحی؟ مثل اینکه آقای مصلحی رو نداریم. آقای مصلحی بعد بینندگان عزیز، مجدداً سعی میکنیم که با آقای مصلحی ارتباط برقرار بکنیم. ظاهراً آقای مصلحی در کنگره هستند و در ساختمان کنگره با توجه به اینکه در همه جاش ریسپشن با تلفن دستی نیست، احتمالاً مشکلشون از این نظر هست. ولی حقیقتاً من کمتر کسی رو میشناسم در بین ایرانیان در مقیم امریکا در این اپوزیسیون که اینقدر رابطه داشته باشه با تمام کانگرسمن‌ها، شما فکر کنید با تمام سناتورها. و این شخصیت عزیز و دوست داشتنی شاید تنها کسی است که در تمام این سالها با همه این شخصیت‌های سیاسی در ارتباط نزدیک هستند. جناب مصلحی صدای ما رو دارین؟ آقای مصلحی صدای من رو میشنوید شما؟ صدای من رو دارید آقای مصلحی؟ جناب مصلحی صدای من رو دارید شما؟ آقای مصلحی صدای من رو میشنوید؟
ببخشید. من صدای شما رو میشنوم. بله، من سوال من رو نمیدونم گرفتید سوال من رو یا نه، ما قطع شدیم. بفرمایید، شما در یه جایی هستید که احتمالاً ارتباطتون با تلفن دستی درست برقرار نمیشه. بله، چون بیابون هستم. بله. و در حال حرکت اینجا باید چیه که آنتن خوب بده، چون بله. من متاسف هستم از اینکه ما مجبور شدیم یه مقداری وقتمون رو از دست بدیم در این فاصله، ولی یه چیزی رو من خدمتتون عرض بکنم. اولا که خیر مقدم به شما میگم به آمدنتون به نهاد مردمی، و در این حال از امروز خدمتتون بگم که شما دیگه تنها نیستید. شما ملت ایران پشت شما هست، پشت سر شماست، و نهاد مردمی، این طرح نهاد مردمی که امروز 800 خورده ای نفر بهش پیوستند و در سراسر جهان تقریبا میشه گفت تحقیقا جهانگیر شده، خدمتتون عرض بکنم که ما همه پشتوانه شما هستیم و نهاد مردمی از این پس شما رو عضو خودش میدونه و ما با جان و دل شما رو پشتوانه خواهیم بود. بنابراین به هیچ وجه احساس تنهایی نکنید و در برنامه دیگری من خواهش میکنم که از دوستان دیگرمون آقای دکتر فروتن یا بقیه کسانی که برنامه‌های دیگر نهاد مردمی رو اجرا می‌کنن خواهش خواهم کرد که با شما تماس بگیرن و بیشتر از این ما بتوانیم از شما و تمام اون پشتوانه‌ای که در طی سال‌ها داشتید استفاده بکنیم، چون من کمتر شخصیتی رو می‌شناسم یا حداقل کسی نیست که رابطه‌ای مثل شما این چنین صمیمانه در طی این سال‌ها با کانگرسمن و نمایندگان مردم داشته باشه. بینندگان عزیز، برنامه نهاد مردمی امروز آرام آرام داره به پایان خودش میرسه، ولی من دلم میخواست که اگه فرصت داشته باشیم اون که همرنج تو نیست رو براتون بخونم، ولی با توجه به اینکه فرصت نداریم همه شما رو به خدای ایران میسپاریم. برای مبارزه با استبداد هیچ وقت دیر نیست، برای آمدن به آغوش ملت همیشه وقت هست. ملت نجیب ایران آغوشش برای تمام کسانی که پشت به استبداد میکنن و رو به مردم همیشه بازه، و نهاد مردمی جایی است که این بخش از آغوش باز رو نمایندگی میکنه. به امید فردایی بهتر، به امید آزادی ایران و به امید مبارزه ممتد از طرف ملت ایران و آزادی خواهان ایران با استبداد. زنده باد ایران، زنده باد ایران، زنده باد ایرانی. شما رو بدرود. آینده ایران در دستان شماست. Mm-hmm.